همه ما آب میوه تازه و روغن زیتون تصفیه نشده دوست داریم. به کمک یک تکنولوژی جدید الکتریکی میتوان این مواد را هم ساده تر و هم سالم تر تولید کرد. این مزرعه خانوادگی در جنوب غربی ایرلند سالانه 600 تن سیب تولید می کند که یک چهارم آن برای تولید آب سیب و سرکه به کار می رود. استفاده از فرایند میدان الکتریکی پالسی در این مزرعه به عنوان بخشی از یک پروژه تحقیقاتی اروپایی است. شرایط ایدئال برای استفاده از این فرایند زمانی است که هنوز سیب‌ها چند هفته اول پس از برداشت سفت هستند. با استفاده از فرایند میدان الکتریکی پالسی می توانیم 3-4% بیشتر آب سیب تهیه کنیم. پالس‌های الکتریکی در محفظه حاوی افشاره سیب سطح سلول‌های سیب را سوراخ می‌کند و آبگیری را ساده‌تر می‌کند. با تغییراتی که در این فناوری انجام می‌شود، میکروب‌ها را نیز می‌توان کشت. در نتیجه عمر مفید آب سیب افزایش می‌یابد. منتظر یک جعبه کوچکتر هستیم تا بار الکتریکی بیشتری را بر حجم کمتری از سیب اعمال کنیم. به این ترتیب امیدواریم که پالس الکتریکی علاوه بر قشای سلولی میوه، قشای سلول‌های کوچکتر مثل باکتری یا مخمر را هم بشکافد. در این آزمایشگاه در اسپانیا از فناوری میدان الکتریکی پالسی برای تولید شراب قرمز استفاده می شود. ایجاد منافع در پوست انگور زمان مرحله اول شراب اندازی و گرفتن آب انگور را کوتاه‌تر می کند بدون اینکه طعم شراب تغییر کند. مقدار پولیفنول هایی که تولید می شود تغییر می کند. به همین دلیل می توانید ببینید شرابی که با پالس های الکتریکی فراوری شده پر رنگ تر است و پولیفنول های بیشتری از شراب هایی دارد که به این روش تولید نشدند. محققان می خواهند فواید تجاری استفاده از این فرایند را نشان بدهند. سرمایه گذاری های اولیه به تولید جنراتورهای جدید پالسی منحصر است که در این صورت هزینه مصرف انرژی کاهش خواهد یافت. این فرایند نیاز به ولتاژ زیاد دارد، اما فراوری با پالس‌های بسیار کوتاه در مقیاس میکروثانیه انجام می‌شود. بنابراین انرژی مصرفی بسیار کم است و انرژی لازم برای فراوری 1 کیلو گوجه فرنگی کمتر از انرژی است که برای افزودن دمای 1 لیتر آب به اندازه 1 درجه لازم است. گوجه فرنگی هایی را که با این روش پردازش شدند می توان به راحتی و بدون استفاده از آب جوش پوست کند. در نتیجه در مصرف انرژی صرفه جویی می شود. یکی دیگر از مزایای این فناوری غیر حرارتی این است که طعم و خواص مواد غذایی حفظ می شود. فکر می‌کنید که این نتایج می‌تواند صنعت را متقاعد کند این فناوری را در مقیاس گسترده‌تری به کار بگیرد؟ این فناوری غیر حرارتی آثار منفی حرارت بر خواص مواد غذایی را ندارد، بنابراین موادی که به مصرف کننده می‌رسد هم لذیذتر است و هم مغذی‌تر. علاوه بر این انرژی مصرفی در فراوری نیز کاهش می‌یابد و این فرایند ارزان‌تر می‌شود. محققان معتقدند که فرایند میدان الکتریکی پالسی به ویژه برای شرکت‌های کوچک فراوری مواد غذایی مناسب است. این نوآوری می‌تواند توان رقابت این شرکت‌ها را در بازار بیشتر کند.